امروز فردا. به نام خدا و به یاد شهدا، هموطنان گرامی را درود و سلام. مومن علی قاسمی هستم که از شبکه دیروز امروز و فردا در خدمت شما می باشم. در سومین بخش از زندگی نامه علامه فیض محمد کاتب هزاره قرار داریم. در این بخش توجه هموطنان عزیز را به تلاش های فرهنگی و سیاسی مرحوم علامه کاتب جلب می نمایم. همانگونه که در قسمت‌های گذشته به عرض رساندم که علامه کاتب از نخبگان و چهره‌های علمی عصر خود به حساب می آمد که بیشتر نویسندگان امروزی بر علمیت و ذکاوت ایشان اعتراف دارند و شماری از دانشمندان خارجی که در آن وقت با کاتب ملاقات‌های داشته بودند و یا نوشته‌های او را مطالعه کرده بودند به علمیت و فهمیدگی کاتب اعتراف نموده و بهترین عالم عصرش پنداشته بودند. مرحوم کاتب در زمامداری امیر عبدالرحمن به حیث نویسنده نامه ها و فرمان های امیر و در زمامداری امیر حبیب الله به حیث منشی و بقای نگار دربار انجام وظیفه می نمود. در عصر حکومت حبیب الله خان جنبشی متشکل از روشنفکران و دانشمندان نخبه آن عصر به نام جنبش مشروطه خواهان ایجاد کردید. جنبش مشروطیت در افغانستان الهام گرفته از جنبش های مشروطه خواهی کشورهای ترکیه، مصر، هندوستان و ایران بود. طبق منابع تاریخی در دوره امیر حبیب الله جراید و اخبار مشروطه خواهان که در هند، ترکیه، مصر و ایران چاپ و نشر می شدند و دربار افغانستان نیز می رسید. گروهی از جوانانی که آموزش های علمی خود را در نزد استادان و معلمین هندی در مکتب حبیبیه که نخستین مکتب در افغانستان بود حاصل نموده بودند، شیفته و گیرویده نظام شاهی مشروطه شدند و عضو جنبش و تحریک مشروطیت اول گردیدند. مشروطه خواهان حاکمیت ملی را که حق مردم است و باید ملت در چوکات شاهی مشروطه قدرت اجرایی را با داشتن پارلمان انتخابی به دست گیرند، طرح و طبق همین هدف رامنامه جنبش را طرح نمودند. مرحوم علامه کاتب در حلقه سیاسی جنبش تازه تأسیس مشروطه خواهان نقش اساسی را داشت. آقای یعقوب یسنا در نوشتهش در مورد جنبش مشروطیت درباره کاتب چنین می نگارد: میر سید قاسم یکی از اعضای برجسته مشروطه خواهان در مقاله‌ای که بعد از رهایی از زندان انتشار داد درباره جنبش مشروطه خواهان معلومات می‌دهد. در این مقاله از کاتب یادآوری کرده، کاتب را یکی از پیشگامان این جنبش قلمداد می‌کند. همچنین عبدالحی حبیبی که شرح حال افراد مهم مشروطه خواهان را گرد آوری کرده است در مورد علامه کاتب چنین می‌نویسد: مؤلف سراج التواریخ که نویسنده فاضل و ادیبی روشنفکر و از جمله مشروطه خواهان اول بود، در شیرپور محبوس گردید. او به سبب اینکه امیر حبیب الله او را از دوران شاهزادگی می شناخت و در نگارش سراج خدمت می کرد، بعد از مدتی کمی رها کرد. از سخنان میر سید قاسم و عبدالحی حبیبی برمی آید که کاتب عضو برجسته و پیشتازه در جنبش مشروطه خواهان بوده که این جنبش یک جنبش مترقی و خوشنام در طول تاریخ سیاسی افغانستان است و به نام جنبش مشروطیت اول یاد می شود که گروهی از روحانیون آگاه و دانشمندان روشنفکر افغانی این جنبش را اساس گذاشتند و در یک سازمان سری به فعالیت پرداختند. هدفشان این بود تا رژیم استبدادی را متحول کند و بدیل آن را حکومت قانون، دموکراسی و آزادی در کشور قرار دهد که در رأس این جنبش روحانی آزاده مولوی محمد سرورخان واصف قرار داشت. آقای عباس دلجو در کتاب هزاره ها و حاکمیت های استبدادی 100 سال اخیر به نقل از پروفسور رسول رحیم چنین می نویسد: فیض محمد کاتب در حالی که قلم به دست توانا و مورخ شهیر بود، به حکم وجدان و با مشاهده دردهای ملی و میهنی در میان نهضت طلبان کابل جای گرفت و به مشروطه خواهان کابل پیوست. او در گروه مشروطه خواهان زندانی شد و مدتی را در زندان شیرپور گذرانید.
مرحوم استاد بصیر احمد دولت آبادی در کتاب هزارها از قتل عام تا احیای هویت در شرح کاتب می نویسد. کاتب علاوه بر تدوین تاریخ افغانستان، شرکت در جنبش مشروطیت، در تألیف و تدوین کتابهای مدارس نیز سهم بزرگ داشته و عضو دارالتألیف افغانستان بوده و همچنین خود وظیفه مقدس معلمی را نیز به عهده گرفته بود. شنوندگان گرامی، کاتب در جنبش مشروطیت در افغانستان سهم عمده و فعالی را داشته و شخصا عضو این جنبش بوده است. وی من حیث سیاستمداری آگاه و با تجربه توانسته بود که ریشه و منشأ مظالم و بی‌عدالتی هایی که بر مردم روا داشته می شد را در آینه دانش، تفکر و تجربه های گرانبهای خیش تحلیل و راه خوشبختی جامعه و سعادت انسان را جستجو و دریافت بدارد. با استناد مدارکی که از وزارت خارجه افغانستان به دست آمده، مرحوم کاتب هزاره در ابتدای سلطنت شاه امان الله یعنی 1299 خورشیدی سمت منشی هیئت مرکب از مولوی عبدالواسق قندهاری و بدر بیگ را به عهده داشت. این هیئت از جانب شاه امان الله موظف گردیده بود تا قوانین مملکت را بر طبق موازین شرعی تنظیم نماید. کاتب یک فقیه صاحب نظر بود. او اثری درباره اتحاد نظر مجتهدین و فقرات شرعیه نوشته بود که شاه امان الله به فتوای همان اثر نظام بردگی را در افغانستان لغو نمود، چنانچه در نتیجه لغو نظام بردگی در افغانستان بود که عده زیادی از اسرای مظلوم مردم هزاره، بدخشانی و نورستانی ها از بردگی نجات یافتند. به گفته مرحوم محمد اسماعیل مبلغ، سیاستمدار آگاه و دانشمند شناخته شده افغانستان، کاتب هزاره در مجلس کبیر ملی افغانستان یعنی لوی جرگه پغمان حضور داشت و از آزادی عقیده و بیان و مذهب دفاع کرده خواستار به رسمیت شناخته شدن مذهب شیعه گردید و استدلال کرد اگر مذهب شیعه رسمیت یابد این امر به مثابه ختم اختلافات و نزاع‌های بی حاصل مذهبی گردیده و به نفع کشور تمام می‌گردد. شخص شاه امان الله نظر او را تایید کرد، اما عده از ملاهای متحجر، متعصب و وابسته به مدارس دیوبند به مخالفت برخواستند و بعد از جر و بحث‌های طولانی کار به جایی کشید که شاه امان الله مجبور ساخته شد تا ملا فیض محمد کاتب هزاره را در پغمان زندانی و شبانه او را به غزنی بفرستد تا تشنج ملاهای شوریده رفع گردد. علامه فیض محمد کاتب هزاره من حیث یک شخصیت علمی در دوره زمامداری شاه امان الله به عضویت دارالتألیف وزارت معارف پیوست و در عین حال به تدریس تاریخ و ادبیات در لیسه حبیبیه مصروف گردید. او از طرف وزارت معارف وقت موظف گردیده بود تا کتابهای درسی مدارس جدید را تصحیح و تدوین نماید. شنوندگان عزیز، مرحوم علامه فیض محمد کاتب هزاره آثار گرانبهایی را از سرنوشت غمبار نسل دیروز کشور برای بیداری نسل امروز و فردای مردم و کشور افغانستان به یادگار گذاشته که در اینجا نامه های آثار جاویدانه نوشته شده توسط ایشان را با مشخصات آن ذکر می کنیم. استاد مرحوم بصیر احمد دولت آبادی نوشته مرحوم حسین نائل را که ایشان در مورد علامه کاتب تحقیق فراوان را انجام داده بود در کتاب هزارها از قتل عام تا احیای هویت چنین بازنویسی می کند. بخش اعظم زندگی ملا با کتاب و قلم همراه بوده. او در نویسندگی آدم پشتکاردار و سرشار از حوصله و استقامت و نیرو بود و با وصف این که جسمن زیاد تنومند نبود روحیه بسیار قوی داشت. بر اساس یک سنجش ابتدایی حجم تألیفات او بیش از 6000 صفحه و اندازه آثار کتابت شده به خط او به بیش از 10000 صفحه شمار گردیده. مرحوم حسین نائل فهرست کتابهایی را که توسط علامه کاتب نوشته شده اند به شرح ذیل معرفی می دارد. تحفه الحبیب در 3 جلد که مورد پسند امیر حبیب الله واقع نشد و اجازه چاپ آن داده نشد. سراج التواریخ در 4 جلد که 3 جلد آن چاپ شد اما جلد 4 معلوم نیست. تاریخ حکمای متقدمین، فیضی از فیوزات، تذکر الانقلاب، امان الانشاء، تاریخ عصر امانیه، فقرات الشرعیه. آقای احسان وایزی در مورد شرح و شناسایی آثار کاتب چنین می نویسد:
اولین اثر او کتاب تحفه الحبیب بود. برای نگارش این اثر مرحوم کاتب مأموریت یافته بود تا از وقایع عصر احمدشاه ابدالی از 1160 تا 1297 هجری قمری، یعنی تا وقایع عهد امیر عبدالرحمن خان به شمول اوضاع عصر خود امیر حبیب الله خان را به رشته تحلیل درآورد. مرحوم کاتب هزاره تا سال 1322 قمری جلد اول و دوم کتاب تحفه الحبیب را که تا سقوط امارت امیر محمد یعقوب خان و خاتمه جنگ دوم افغان و انگلیس را در بر می گرفت تکمیل و به خط زیبای نستعلیق نوشت و به امیر حبیب الله خان تقدیم کرد. امیر و مشاوران او مانند سردار محمد یوسف خان، پسر امیر دوست محمد خان، قاضی القضات سعدالدین خان، منشی محمد یعقوب خان و مرزا مؤمن منشی وزیر محمد اکبر خان این کتاب را خواندند و بر حواشی آن نظریات، اصلاحات و اضافات خود را نوشته و آن را آنقدر قلم زدند و حک و سانسور نمودند که از اصل آن کاملا تغییر یافت. امیر حبیب الله خان نیز بعد از مطالعه این اثر در چندین جای در صفحات این کتاب به قلم خودش عبارات طنز آمیز نوشته و بر نوشته های مرحوم فیض محمد کاتب خط کشیده و به او دستور داده است تا کتاب را تصحیح و دوباره بازنویسی نماید. سرانجام کتاب تحفه الحبیب در همان نسخه اول و به خط زیبای نستعلیق اولی باقی ماند و دستور طبع نیافت. امیر بار دوم کتاب را به مرحوم کاتب هزاره مسترد کرد و هدایت داد تا آن را با در نظرش تغییرات وارده بازنویسی نماید، اما آن مرحوم از تعلل و مدارا کار گرفته و کتاب مذکور را سالها به تعویق انداخت تا آنکه با گذشت زمان از تغییرات و تصرفات زیانبار جان و سلامت برد و همان نسخه اول در دو جلد یعنی 885 صفحه باقی ماند. این نسخه قلمی تحفه الحبیب ملا فیض محمد کاتب که یک اثر ارزشمند ملی و تاریخی می باشد قبلا در آرشیف ملی موجود بوده. هرگاه آن اثر گرانبهای تاریخی از گزند حوادث و غارت و چپاول فرهنگ ستیزان مسئول مانده باشد، به باور کامل دانشمندان و مورخان از محتوای غنی تاریخی آن همواره مستفید خواهند شد. کتاب دوم کتاب سراج التواریخ. سراج التواریخ دومین و بزرگترین اثر علامه کاتب است. کاتب کار نگارش این کتاب را نیز به دستور امیر حبیب الله خان آغاز نمود. برای نوشتن این اثر چنانچه در بخش‌های گذشته یادآور شدم اسناد زیادی به دستور امیر حبیب الله از آرشیف شاهی دریافت نمود. فرمانها و اسناد محرم دولتی در اختیارش قرار داده شد. علاوه بر اسناد ملی و دولتی، کاتب از اسناد شخصی که توسط دوستانش گرد آوری شده بود نیز در نگارش و تکمیل سراج التواریخ استفاده نمود. نامبرده تاریخی را نوشت که از نظر محتوا و غنای تاریخی کم نظیر می باشد. سراج التواریخ که از آثار دوران پختگی و کسب تجربه های کافی وی می باشد به هزینه بودجه سلطنتی مکمل گردید. این اثر که نخستین کتاب جامع در مورد حوادث و رویدادهای تاریخی کشور و عملکردهای دولتهای افغانستان به حساب می رود تا کنون معتبرترین و مستندترین تاریخی است که در مجامع علمی و فرهنگی افغانستان هنگام نگارش و داوری روی کارنامه های دولتها بر آن استناد می گردد. تاریخهایی که بعداً نوشته شدند همه از محتوای غنی و اسناد دقیق سراج التواریخ استفاده کردند. ملا فیض محمد کاتب هزاره سراج التواریخ را با تکالیف زیاد و بیدارخوابی های طولانی در 5 جلد تکمیل نمود. 3 جلد اول آن را به خط زیبای نستعلیق نوشته و به حبیب الله خان تقدیم نمود. امیر این کتاب را تقدیر کرد و امر چاپ آن را صادر نمود. جلد اول و دوم سراج التواریخ در این کتاب وقایع و رخدادهای سیاسی و اجتماعی عصر زمامداران دودمان سدوزایی و محمدزایی را از زمان حکمروایی احمدشاه درانی در جمادی‌الاخر سال 1160 هجری قمری تا آغاز حکمروایی امیر عبدالرحمن خان در 1297 هجری قمری شرح داده است. جلد سوم سراج التواریخ که از وقایع سال 1298 هجری قمری آغاز می گردد بیشتر به محتوای رخدادهای جنگ دوم افغان و انگلیس و به ویژه به دوران امارت عبدالرحمن خان پدر امیر حبیب الله تعلق دارد.
بنا به گفته های تاریخ نگاران و فیض محمد کاتب هزاره، جلد سوم سراج التواریخ رویدادهای تاریخی افغانستان را تا حوادث سالهای 1319 هجری قمری در بر داشت، اما این وقایع صرف تا سال 1314 هجری قمری به چاپ رسیده. حوادث 5 سال اخیر جلد سوم آن اجازه چاپ نیافت و در همان نسخه قلمی باقی ماند. در حقیقت همین جلد سوم کتاب سراج التواریخ انعکاس دهنده همه مصائب مردم افغانستان به ویژه تاریخ خونین مردم هزاره را به حقایق واقعی بینانه بیان داشته و در نگارش آن سعی شده است تا با استفاده از شیوه ها و روش های ادیبانه ظلم های عصر تاریک عبدالرحمن خان بازتاب روشن یابد تا چیزی از قلم باز نماند. جلد چهارم سراج التواریخ وقایع دوران زندگی و زمامداری امیر حبیب الله خان را تا وقوع حادثه قتل او در کلگوش لغمان در بر دارد و مرحوم کاتب آن را در سال 1306 هجری شمسی تکمیل نمود. جلد پنجم سراج التواریخ به خط خود ملا کاتب هزاره متمل بر احوال 8 سال و سیمای سلطنت امان الله خان می باشد. اثر ارزشمند دیگری تذکر الانقلاب است که رویدادهای زمان امیر حبیب الله کلاکانی و روزهای اول تسلط نادرشاه را بیان می دارد. شنوندگان گرامی، طبق نوشته های منابعی که در مورد علامه کاتب هزاره تحقیق نمودن چنین خاطر نشان می سازند که در دوره زمامداری حکمرانان محمدزایی بالخصوص آل یحیی تلاش صورت گرفت تا نام و نشان این چهره تابناک تاریخ افغانستان از لابلای اوراق زرین گاهنامه کشور نابود شده و به فراموشی سپرده شود. چنانچه که مرحوم محمد ایدر جبل، یکی از شعرهای ادبیات معاصر کشور، در کتاب تاریخ ادبیات معاصر افغانستان زمانی که سراج التواریخ را معرفی می کند، بنابر تعصب و استبداد دستگاه حاکم ستمگر و سانسورهای قبل از چاپ مؤلفان مجبور می شود تا نام نویسنده کتاب سراج التواریخ را به جای ملا فیض محمد کاتب هزاره، مرزا فیض محمد غوری بنویسد و عده دیگری از اطرافیان نادرخان تألیف سراج التواریخ را با اشتراک امیر حبیب الله خان و جمعی از نزدیکان دربار ذکر کردند تا از این طریق نقش فیض محمد کاتب هزاره را در تحقیق، جمع‌آوری و نگارش سراج التواریخ تضعیف نمایند. ملا طالب قندهاری می گوید که یک تعداد آثار قلمی مرحوم کاتب هزاره در زمان سلطنت محمد نادرخان توسط محمد گلخان مومند به آتش کشیده شده و نیست و نابود گردید. وفات علامه کاتب. در سال 1308 خورشیدی علامه فیض محمد کاتب هزاره از طرف حبیب الله کلاکانی به همراهی محمد عظیم کوهستانی، مرزا آقای مجتهد و خلیفه غلام حسن خان به هزارستان فرستاده شدند تا مردم هزاره را به صلح و سازش فرا خوانند. میرفتح خان مدافع اونی این هیئت را تحت نظر از کوتل اونی نزد سردار محمد امین خان فرستاد. مردم هزاره دعوت هیئت را رد کرد و این هیئت را از راه وردک به کابل برگشت دادند. هیئتی که در رأس آن علامه کاتب بود به ناکامی روبرو شد و بدون دست آورد و نتیجه مثبت به کابل برگشتند. بنابراین جاسوسان مخفی حبیب الله کلاکانی کاتب را متهم کردند به اینکه کاتب در خفا سران هزاره را به پایداری و مقاومت و ضد حکومت حبیب الله کلاکانی تشویق کرده است. از این جهت کاتب و همراهانش را در کابل دستگیر کرده، آنها را مورد ضرب و جرح و شکنجه فراوان قرار دادند که کاتب در اثر همین شکنجه و ضربات جسمی آسیب شدید دید و دیگر سلامتیش باز نگشت. استاد حاج کاظم یزدانی در این مورد می نویسد که کاتب در سال 1308 خورشیدی از طرف بچه سقا مأموریت یافت که به همراه هیئتی به هزارستان سفر کند و به نفع حکومت او از مردم هزاره بیعت نامه بگیرد. اما کاتب برعکس در خفا مردم هزاره را به مقاومت تشویق کرد. وقتی که به کابل برگشت مورد سوء زن قرار گرفت و به دستور حبیب الله کلاکانی تا سرحد مرگ شکنجه شد و دارایی او مصادره گردید که کاتب در اثر همان شکنجه سخت بیمار گردید و برای معالجه به ایران رفت، ولی معالجه نشد و با حال مرضی به وطن برگشت و در اثر همان مرضی وفات نمود. در مورد مضروب شدن کاتب، میر غلام محمد غبار و عبدالحی حبیبی، دو تاریخ نگار معاصر کشور، نیز چنین می نویسند:
غبار می نویسد که حکومت بچه سقه و هیئتی به هزارجات فرستاد که مرکب بود از ملا فیض محمد مورخ، محمد عظیم کوهستانی، میراقای مجتهد و خلیفه غلام حسن خان. مدافع اونی میر فتح خان اینها را محبوسن از کوتل اونی به نزد محمد امین خان برادر امان الله خان فرستاد و مردم دعوت هیئت مذکور را رد نمودند. خودشان را از راه وردک به کابل رجعت دادند. در نتیجه همین رفت آمد هیئت بود که بچه سقه و ملا نویسنده سراج مشتبه گردید و او را چوب بسیار زد. وی مریض شد، برای معالجه به ایران رفت و از ایران برگشت، از دنیا رفت. کتاب افغانستان در مسیر تاریخ صفحه 830. عبدالحی حبیبی در کتاب جنبش مشروطیت درباره مظلوم شدن و شهادت کاتب می نویسد بچه سقه و ملا خشمگین شد، امر لتوکوب او را داد. ملا از این ضرب شدید مریض گشت و از همین رنج جان سپرد. در حالی که در حدود 5000 صفحه چاپی و ناچاپ را در تاریخ مملکت نوشته و در جنبش مشروطیت و پیشه نویسندگی زحمات ها دیده بود، بلتکوب و وحشیانه در سال 1308 جان به جان آفرین سپرد. عبدالحی حبیبی، کتاب جنبش مشروطیت، صفحه 46. سرانجام طبق نوشته آقای عباس دلجو، علامه فیض محمد کاتب هزاره در روز چهارشنبه 16 شعبان سال 1349 هجری قمری مطابق 15 دلو 1309 خورشیدی و برابر با 4 فروریه 1931 میلادی در سن 70 سالگی در کابل چشم از جهان پوشید و در بالاجوی چنداول کابل به خاک سپرده شد. با شهادت علامه فیض محمد کاتب هزاره، بزرگترین تاریخ نگار کشور و نخستین احیاگر هویت هزاره های قتل عام شده، تاریخ کشور ورق خورد. علامه کاتب با بیان دردها و رنجهای تاریخی مردمش خدمت بس بزرگی را برای جامعه و کشورش نمود. هموطنان گرامی و شنوندگان عزیز، در اینجا به پایان زندگی نامه علامه فیض محمد کاتب هزاره می رسیم. در قسمت بعدی به یاد از علامه کاتب، نکات از جلد سوم سراج التواریخ علامه کاتب را خدمتتان تقدیم خواهیم کرد. درود بر روح کاتب و همه شهدای مردم و سرزمین ما. تا برنامه بعدی، خدایار و نگهدارتان. امروز فردا